لطفاً نامه رومیان 1:18-32 رو بخونیم. نویسنده پولس رسول هستش و لطفاً توجه کنیم به این آیه. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. در اصل نویسنده صحبت از این می کنه که خشم خداوند در برابر دوری انسان هاییست که از حقیقت دور شدن، از حقیقت خدا دور شدن، از شناخت اصلی خدا دور شدن و چون از اون دور شدن پس بنابراین نمیتونن در هدف خلقت به خوبی قرار بگیرن. بله؟ خدا آنان را مجازات میکند و این کار بر حق است. مسلماً از این که انسانی از خدا دور میشه خدا اونو نمیخواد اذیت کنه. اصلا دوری ما از خدا باعث خواهد شد ما آرامش نداشته باشیم، چون در حضور خدا کمال خوشی هست. پس زمانی که من از خدا دور هستم من آرامش ندارم. پس این برای نیست که خداوند یه شلاق دستش گرفته به ما بزنه و یا وسیله عذاب ما را تهیه کنه، آماده کنه. هرگز دوری من از خدا به طور خاص ایمانداران مسیح اگر تو جایگاه درستی که خدا اونها رو قرار داده نیستن، مدام توی آزمایش ها هستن، وسوسه ها هستن، توی مشکلات و سختی هایی هستن که شیطان ایجاد میکنه. از این رو حتما از من بارها شنیدید، شاید جمله درستی نباشه، ببخشید، که میگم بهتره که ما به مسیح ایمان نیاوریم تا اینکه ایمان بیاوریم و وفادار به اون نباشیم. و این هوشیاری هست که فقط من نمی‌گم، هوشیاری کلام خداوند نیست میگه. بله. زیرا آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است. اگر من حقیقت خدا را کشف نکنم متاسفانه به دامن خرافات گرفتار میشم، به دام خرافات گرفتار میشم. اما با شناخت خداوند اجازه نمیدم هر صدایی، هر موقعیتی من رو مجذوب خودش بکنه و از اون خرافات نشد بگه. در طول تاریخ حتی مسیحیت رو خرافات گرفته، اما اون مسیحیایی آلوده خرافات شدن، خرافات مذهبی شدن، آنانی بودن که در رابطه با خدا داشتن و نه در کلام خدا نیز اون عمق درست رو یافتن. شاعر میگه معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. معنیان نبود که کور و کر کند، ما تو رو بر نقش عاشق تر کند. اگر من خدا رو بشناسم از این به بعد دیگه به دنبال خرافات نمیرم. اگر من خدا رو بشناسم به دنبال مرده ها نمیرم، قمه نمیزنم، زنجیر نمیزنم، سینه نمیزنم، تو سر خودم نمیزنم، روی زمین نمیخزم که خدا از من راضی باشه. من میدونم خدا عاشق منه، خدا منو دوست داره. اگر من خدا رو بشناسم به خاطر خوشنودی خدا، دیگرانی که دیگر باور هستن و مثل من فکر نمی کنن، نمیرم اونها رو بکشم. یه درم آماده نمی کنم که برید با اون عده بجنگید که اونها خدا رو نمیشناسن یا مثل ما فکر نمی کنن، هم اونا کشته بشن هم اینا کشته بشن. اگر من خدای حقیقی و خدای زنده رو بشناسم در جایگاهی درستی ایستادم که هرگز دست به اعمالی نمیزنم که باعث ترس و نگرانی و ناامنی بشه. مداربی اعلام میکنه عاشق بیگناه را بهر ثواب میکشی، عاشق بیگناه را بهر ثواب میکشی، بر سر گور کشتگان بانک نماز میکنی. مذاهب دروغین این گونه عمل میکنن. یکی از دلایل بیبرکتی در کشور عزیز ما ایران این هست که مردم خدا دوست خدا شناسی را نمیدانند. اگر خدا رو میشناختن هرگز به دنبال بت نمیرفتن، به دنبال الله نمیرفتن، به دنبال اسلام نمیرفتن، به دنبال یهوه خدای حقیقی و خدای زنده میرفتن و هرگز چنین به بیبرکتی نبود. نظامی که در ایران هست و باعث این همه بدبختی هست نظام مسیحی نیست، دموکراسی نیست، نظام اسلامیه و محصول و میوشم 40 سال بدبختی و مشکلات. حالا اگر اونا بیدیم توی یک جامعه کوچکتر همینه، توی خانواده اسلامی هم همین بی‌برکتی ها نیز خواهد بود. بله؟ از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند.
اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. میدونستن خدایی هست که جهانی را آفریده. متوجه شدن که این همه نظم باید از یک موجودیت خیلی عالی می اومده، اما اونقدر بهش نزدیک نشدن که ماه پرست شدن، بت پرست شدن، الله پرست شدن، حقیقت رو نتونستن درک کنن نسبت به آنچه که درست هستش. اما خداوند میلی به این داره به ما کمک کنه، حکمت رو به ما بده. در مزمور 32:8 میخوانیم، میگه تو را حکمت خواهم آموخت، مشروط بر این که به اون نزدیک بشیم، تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است، یعنی روح القدس، روح القدسی که به من و تو داده، به توسط روح القدس، قدر روح القدس رو بدونیم، احترامش میذاریم، هر روز از روح او پر بشیم، به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود، یعنی تمام نگاه من به او باشه. علم و دانش رو احترام بگذاریم. در مسیر علم و دانش انسان توانسته به امنیت نسلی برسه، به نیازهاش برسه، به حاجتش برسه. بسیار عالیه، خدا او رو به این داد، انسان داده. اما حکمت رو از انسان نمیتونی بگیری، حکمت رو روی تجربه نمیتونی بگیری، حکمت رو فقط باید از خود خدا بگیری. شاعر میگه محبوب همه باش، علم دوست داشته باش، تحصیل کن، بهترین باش، معشوق یک، محبوب همه باش و معشوق یک. حکمت رو از خدا بگیر، مهرت را به همه هدیه کن، عشقت را به یک. به دنبال علم برو، یاد بگیر، کسب دانش کن، تحصیلات کن، اما فراموش نکن آن کس که میتونه به تو حکمت بده، که درش قدرت و توانایی پیروزی ها هست، توی زندگی، توی محل کار، توی رابطه ها، فقط خداست، غیر از خدا نیستش. بله؟ در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت. چون فقط و فقط به علم و دانش خودشون نگاه کردن، دانش خودشون رو فقط پذیرفتن، کاری به حکمت خدا نداشتن، گفتن ما دانا شدیم. عزیزان، واعظین و معلمین کتاب مقدس در این کلیسا و در هر کلیسای دیگه، در اصل آنچه که نسبت به کلام خدا اون دانشی که هست به شما انتقال میدن، اما قدرت و توانایی رو خودت باید بگیری در حضور خدا. ما اینجا کسی نیستیم که به شما در زمان دانش قدرت هم بهتون بدیم، مثل توی فیلم های تخیلی هست، بگم بگی حالا نخیر، باید بری در حضور خودم. گذشته از کلام خدا، از خدا حکمت رو تو بخواه. یکی از نقطه ضعف های کلیساها، به طور خاص کلیساهای فارسی زبان این روزها، بر این هست که همش صحبت میکنیم، همش میخوایم یاد بدیم به دیگران. به قولی واعظی میگفت خدا رو شکر در بین 10 تا ایماندار ما 25 تا معلم داریم. من میخوام بگم خدا رو شکر در بین 25 تا معلم ما 100 تا کشیش داریم. صبح که بلند میشی رو فیسبوک میری، رو اینستاگرام میری، یه شخصیت تازه رو میبینی که اینجوری ایستاده و داره کلام خدا رو میخونه برات، میگه من رسول خداوند هستم، خدا به من این رو گفته. خدا رو شکر معلم، کلام خدا میگه همه معلم نشین، کجا ایستادیم؟ یک معلم خوب، یک شبان خوب، گذشته از این که تحصیل کرده، مست خدا رو داره، دل شبانی داره، دلش میسوزه برای مردمش، ناراحت و نگران مردمش هست که توی ایران چه اتفاقی داره میفته. فقط آیه آیه و کلام کلام نیست، باور کنید نیست. عذر میخوام، مثل فریسی ها شدیم، فقط آیه و کلام روی فیسبوک پره، غافل از این که یه آیه خط بنویسیم برای این مردم دردمند، به فکر باشیم و اندیشه کنیم که چی بشه. کلیساهای فارسی زبان رو بستند، هیچ اتفاقی نیفتاد. عجب غیرتی داریم ما کلیساهای فارسی زبان و ایرانی، هیچ کاری نکردیم. یک کشیش آمریکایی رفت توی ایران، پشت زندان اوین فریاد زد، داد زد، به چه حقی فرزندان خدا رو توی این زندان کردیم؟ ما گفتیم
به ما چی؟ اون یه آمریکایی بودش. ما نمیتونیم از این کارا بکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ عذر میخوام. غافل از توانایی و قدرت حکمت خدا شدیم. چون حکمت خدا ترس رو میگیره. نگرانی رو میگیره. ولی وقتی که من در حکمت خدا نیستم، با ترس و وحشت حتی در مسیحیت زندگی میکنم. درمونده روزی که این آگاهی و بیداری به توسط روح القدس بیاد و کلیساهای ایران بیدار بشن، شبانان یک دل همه کلیساها بیستن و در نام عیسی مسیح با قدرت نه با ترس فریاد بزنن سرنگون باد این نظام اسلامی و ما شاهد آزادی ایران خواهیم. بله بفهم باشه که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. پس چقدر مهم هست عزیزان، آنچه را که میشنوید شما مسئولید. کاش که نبودید بشنوید. حالا که هستی شنیدی مسئولی که این کلام را پیگیری کنی. از امروز وقتی بدی، وقتی مخصوص بدی به حضور خدا که از حکمت خدا پر بشی. حکمت خدا به من و تو قدرت و توانایی خواهد داد. وقتی برای یک مریضی که دکترها جواب کردن دعا میکنیم و شفا میگیره، حکمت خدا به ما این قوت و این امید رو میده. موقعی که توی مشکلات و سختی ها هستی، خداوند به تو این قوت رو میده، امید رو به تو میده که میگه من با تو هستم، تو شکست نمیخوری، نگران نباش. فکر نکن مسیحیت اینه که بیا اینجا دوتا سرود بخونی، دوتا دعا بکنی، یه دونه موعظه بکنی، اینجا موعظه رو گوش بکنی، بری توی قصد مشترک از گواهیت بگی. نه نه، مسیحیت اینه که با قدرت و توانایی مسیح زندگی کنی، امید زندگی خودت و دیگران باشی، باعث سلامتی و آزادی باشی. بله؟ لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. زمانی که کلام خدا را خوب گوش نمی کنن، زمانی که دیگه انسان پذیرش این رو نداره تعلیم پذیر باشه، میخواد هر کاری دوست داره بکنه، اشکال نداره یه ساعت بردار است که موعظه کنم، من 5 دقیقش پسمه، بقیه‌اش خیلی ولش کن، سیاسی و انقلابی از این اصلا دوست ندارم. من میام تو کلیسا خودمو نشون بدم، بعد میذارم میرم، کاری ندارم. الان فکرم یه جای دیگه است. شما کجا فهمیدید بردار است؟ هستیم دیگه. ببخشید. باید آزاد بشیم. اگر از حکمت خدا پر نشیم، هرگز نمیتونیم تو جایگاه درستی بایستیم. نویسنده اعلام میکنه بی‌سوادان قرن 21 کسانی نخواهند بود که نمیتوانند بخونند و بنویسند، بلکه کسانی خواهند بود که نمیدانند چگونه یاد بگیرند. خداوند این قوت رو میخواد به ما بده که در جایگاه درست برای یادگیری عمل کنیم. سقراط اعلام میکنه من نمیتوانم به هیچ کس چیزی یاد دهم، فقط میتوانم آنها را وادار به فکر کردن بکنم. امروز کار منم همین هست. کار من این هست که شما عزیزان رو در اصل تشویق به خوندن کلام و در حضور خدا بکنم. اما اگر از اینجا رفتید بیرون نرفتید دنباله این، منتظر این برکتی که امروز من صحبت کردم نباشید. ببخشید، فکر نکنید این برکت رو میگیرید، باید انجامش بدید. اگه انجامش دادید شما نیز مرد حکیم و زن حکیم خواهید بود که خدا تو رو برکت میده. بله؟ حتی زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. چون حکمت خدا را نداشتند، آنچه را که دیدن مد شده انجام دادند. به نگاهشون فقط به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و تلویزیون و هالیوود و این قصه ها بود و در همون مسیر نیز قدم برداشتن، غافل شدن که خداوند میخواد روح خودش رو بده تا به توسط روح القدس مطابق انجیل یوحنا 14:26 که اعلام میکنه روح القدس همه چیز را به ما تعلیم میده و آنچه که مسیح گفته یاد ما میاره. اعمال رسولان 1:8 میگه قدرت و قوت رو خواهد داد. یوحنا 16:8 میگه ما رو ملزم میکنه. یوحنا 16:13 میگه راهنمای ما خواهد بود. و مطابق کتاب یوئیل 2:28-29 میگه به ما عطایایی همچون نبوت رو میده تا به فیض خداوند نسبت به خودمون و آینده نیز اون آگاهی و دانش رو داشته باشیم که چگونه عمل کنیم. بله؟ مردان مرتکب کارهای زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی که در خور چنین خلافکاری است دیدند.
چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند. خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند. وقتی قدرت حکمت خدا بر ما نیست، ما شایعه پذیریم به جای تعلیم پذیریم. می دونستی؟ فقط میگیم کشیش حرفاش خوب بود و پس چرا این کارو کرد بدون اینکه اصلا بشناسیمش؟ این برادر ایماندار ما چرا اینجوری شد؟ مگه تو تحقیق کردی؟ زود میپذیری؟ چرا میپذیری؟ این یک ویروسه دیگه. چون از حکمت خدا پر نیستم، متاسفانه خلاهایی در من هست که شایعه میخواد اون رو پر کنه، دروغ ها میخواد اون رو پر کنه، نه تنها نسبت به کلیسا، نسبت به همسره، نسبت به فرزندانه، نسبت به دوست هم کلیسایید میخواد به تو آسیب برسونه. بله؟ گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستن و از والدین خود سرپیچی میکنن، بیفهم و بیوفا و بیعاطفه و بیرحمن، و با وجود اینکه فرمان خدا را میدانن که مجریان چنین کارها مستوجب مرگن، ولی نه فقط خودشان این کارها را میکنن بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق میکنن. متاسفانه میتونیم برای کلام خدا دست بزنیم؟